سلام، من انوشیروان طهماسبی هستم از بخش فنی شرکت آدیو ترو. امروز میخواستم راجع به پنل PLC ماشین ایج بندر 1115 صحبت بکنیم. ابتدا برای روشن کردن بعد از وصل کلید اصلی دستگاه شما میتونید سویچ آن ماشین رو بزنید تا PLC ران بشه بیاد بالا. بعد از لود شدن برنامه و برنامه HMI اگر اروری در ماشین وجود داشته باشه که به شما نشون میده، ارورها شامل پایین بودن دمای چسب یا کم بودن فشار باده که اگر اینجا دقت بکنید فعلا اولین آلارمی که اومده در مورد لود تمپریچره. برای اینکه اینو از بین ببریم و دستگاه رو آماده روشن شدن بکنیم بهتره به منوی اصلی وارد بشیم. در صورتی که آلارم دیگه نداشته باشیم اینا تو این بخش ویو میتونیم ببینیم، ریست رو میزنیم و شروع میکنیم ایستگاه چسب رو روشن کردن تا آماده بشه. روشن کردن ایستگاه چسب یه دکمه اینجا گذاشته شده روی پنل که یه 0 و 1 روش قرار داره که 0 ایستگاه چسب رو کلا آف میکنه و 1 ایستگاه چسب رو روشن میکنه. پس اون رو میزنیم به حالت 1 و هنگامی که سویچ رو در حالت 1 قرار میدیم مشخصا میبینین که کنترلر دمام شروع میکنه به کار کردن. حتما اینو کار کردنش رو دوستان عزیز هنگام نصب دستگاه براتون توضیح دادم، علی حال من یک بار دیگه اینا رو توضیح میدم. اینجا دو تا عدد هستش که یکی با PV نشون داده شده، یکی هم با SV. SV مخفف کلماتی هستش که به شما در واقع set value، یعنی مقداری که شما میخوای مشخصا ایستگاه چسب شما تا اونجا بالا بره، و PV هم دمای فعل حال حاضر ایستگاه چسب که الان نشون میده تو دمای 31 درجه است، و قسمت set value شما هم 156. به معنی اینکه شما ایستگاه چسب ماشین رو روشن کنید و ایستگاه چسب روشن، در صورتی که هیچ آلارمی نداشته باشین ایستگاه چسب اتوماتیک شروع میکنه دمای اون بالا رفتن و ایستگاه چسب شما گرم میشه. بعد از ایستگاه گرم شدن و آماده شدن شما میتونید ایستگاه ها رو دونه دونه روشن کنید و با روشن کردن کانوای شروع کنید به کار کردن. ما تو این برنامه میخوام راجع به ایستگاه چسب صحبت بکنیم و چند نکته‌ای که باید رعایت بکنید تا ماشینتون از سلامت خوبی برخوردار باشه و به مشکل کمتری برخورد بکنید. یکی از مواردی که خیلی مهمه در ایستگاه چسب تمیز نگه داشتن اونه. من خواهش میکنم هنگامی که ایستگاه چسب گرم هستش باد روی ماشین نگیرن و احیانا پلیسه ها و چیپ های PVC رو به روی ایستگاه چسب هدایت نکنن، چون زمانی که ایستگاه چسب شما داغ هستش و شما به ماشین باد میگیرین پلیسه ها به ایستگاه چسب میچسبه و همون باعث سوختگی و تدیک بستن روی ایستگاه چسب میشه. همونطور که میدونین این نوع ایستگاه های چسب این دستگاه ها یه روکش نسوزی به نام روکش تفلون داره که اجازه نمیده که چسب شما به دیواره های داخلی دیگه شما بچسبه. خب طبیعتا وقتی که شما روکش تفلون دارین به راحتی هم میتونین چسب هایی که سوخته یا تدیک بسته رو از روی دیگ بردارید، در صورتی که شما با خراش دادن این لایه رو از بین نبرده باشید. این ایستگاه شامل 3 تا هیتره که یه هیتر در کنار، یه هیتر در زیر ایستگاه و یه هیتر در جلو و یه هیتر مدادی داخل ایستگاه چسب و کنار بلتک چسبه که مجموع اینا باعث میشه به یه ویسکوزیته مناسب برسونیم و پمپش کنیم به سمت بالا و روی قطعه کار بچسبونیم. یکی از مواردی که شما میتونین یاد بگیریم برای تنظیم ایستگاه چسب و خیلی از دوستان هم زنگ میزنن تماس میگیرن با ما احیانا، گاهی اوقات پسزنی ایستگاه چسبه که ناخودآگاه ایستگاه چسب عقب به هر دلیلی به علت گیر کردن یه چیپ جلوی ایستگاه یا به هر دلیل دیگه ایجاد میشه و تماس مناسبی ایستگاه چسب با قطعه کار شما نداره. اگر ایستگاه چسب شما داغ باشه حتما با یه دستکش ضد حرارت یا یه دستکشی شما میتونید ایستگاه رو به سمت عقب بکشین و رها بکنین و این حرکت رو
درش مشاهده کنین. در صورتی که این حرکت رو نداشته باشین قطعا ایستگاه شما در جایی گیر کرده. از لحاظ مکانیکی هم من بخوام برای شما توضیح بدم، شما اینجا خواهید دیدش که هنگامی که ایستگاه رو به سمت عقب میکشین، فنری که اینجا هستش جمع میشه و موقع رها کردن باعث میشه که ایستگاه به سمت جلو هدایت بشه. مقدار جلو رفتن ایستگاه از طریق یه پیچ مغزی هستش که اینجا قرار داره و اجازه میده به شما نشست این ایستگاه رو نسبت به قطع کارتون تنظیم بکنید. در صورتی که ایستگاه عقب تنظیم شده باشه یا خیلی جلو باشه، شما با تنظیم کردن این پیچ میتونید در یک فاصله مناسب و یک پس‌زنی مناسب ایستگاه رو قرار بدین تا کیفیت چسب شما خوب بشه. دومین مورد میزان حجم چسبیه که روی قلتک فشار شما قرار داره و اینم خیلی مهمه برای کیفیت نهایی کارتون. برای تنظیم میزان چسبتون شما تو بعضی از دستگاه‌ها البته جک پنوماتیک اینجا تعبیه شده که به هنگامی که قطع کار میاد این جک دریچه چسب رو باز میکنه و با یه لیمیتر یا محدود کننده که اینجا قرار داده شده میزان چسب از قبل تنظیم شده و میتونه چسب مناسب روی قطع کارتون بزنه، ولی در این ماشین شما این تنظیم کاملا به صورت منوال هست. در صورتی که این پیچ رو موافق عقربه‌های ساعت بگردونین دریچه ایستگاه شما جمع و در صورتی که برخلاف عقربه‌های ساعت بچرخونید دریچه چسب شما باز خواهد شد و میزان چسب شما بر روی قلتک افزایش پیدا میکنه. چند نکته‌ای که برای ایستگاه چسب حائز اهمیت من اینجا براتون میگم. یکی تمیز کردن ایستگاه چسب، خب اونم مشخصاً به خاطر لایه تفلونی که این ایستگاه چسب داره تمیز کردنش خیلی راحته. توجه داشته باشین که به کار بردن چسب خوب خیلی پارامتر خوبیه، میتونین از مارکای مرغوب استفاده بکنید. دوم تنظیم کردن حجم چسب قلتک که از طریق این سیستم میتونین درستش بکنه. سومین نکته برای پس‌زنیه که شما پس‌زنی رو میتونین به وسیله این پیچ مغزی بیشتر یا کمترش بکنین و در آخر زاویه ایستگاه چسب که از طریق این تنظیم با این دو تا پیچ آلن که قرار داده شده شما میتونین این کار رو انجام بدین.